Can't help. خب ببینید خیلی وقتا شما میخواین خیلی ساده بگین من نمیتونم بیام به مهمونیت. I can't come to your party or I cannot come to your party. She can't dance. اون نمیتونه برقصه. ما نمیتونیم جوابشون رو بدیم. We can't answer them. خب این کاملا مشخصه که شما بعد از auxiliary can't استفاده کنید. اما یه زمانی هست شما یه چیز دیگه میخواییم بگین. شما میخواییم بگین نمیتونم به مهمونیت نیام. یعنی چی؟ یعنی باید بیام. یا مثلا میگید که نمیتونم نرقصم. یعنی دلم میخواد برقصم. یا مثلا شما میگید نمیتونیم جوابشون رو ندیم. یعنی باید جواب بدیم. اگه جواب ندیم فهم میکنن توهینشون رو نفهمیدیم. پس اگه بخواید با این مفهوم بگید اون موقع دیگه یه استراکچر جدید میاد. در واقع شما باید can't help رو بگید. به اضافه اون فعلی که میخواییم بگین جراندش کنید. یعنی مدل ing دارش کنید. برای مثال. مثلا شما میخواییم بگین که نمیتونم نرقصم. I can't help dancing. نمیتونم نیام. I can't help coming. نمیتونیم جوابشون رو ندیم. We can't help answering them. خب یه چند تا مثال دیگه کار کنیم که قشنگ براتون جا بیفته. I can't help thinking about it. این اگه بخواید معنی کنیم باید بگین نمیتونم بهش فکر نکنم. I can't help shopping so much. نمیتونم زیاد خرید نکنم. I can't help working all the time. نمیتونم تمام وقت کار نکنم. I can't help smiling when I see her. نمیتونم لبخند نزنم وقتی میبینمش. I can't help eating so much. نمیتونم زیاد نخورم. I can't help loving you. نمیتونم دوستت نداشته باشم. نمیتونم عاشقت نباشم. I can't help biting my nails when I am nervous. نمیتونم ناخونم و نجوام وقتی عصبی هستم. I can't help smoking when I have been drinking. نمیتونم سیگار نکشم وقتی قبلش مشروب خوردم. I can't help feeling so sad. نمیتونم خیلی ناراحت نباشم. I can't help remembering the things you did. نمیتونم به خاطر نیارم کارایی که تو کردی. پس ببینید تمام اینها مفهومش در واقع اینه که باید اون کارو بکنم. یعنی تمایل دارم اون کارو انجام بدم. نمیتونم نیام. یعنی چی؟ یعنی باید بیام. نمیتونم جوابشو ندم. یعنی باید جوابشو بدم. نمیتونم زیاد خرید نکنم. یعنی الان دقیقا تو موقعیتی هستم که دلم میخواد زیاد خرید کنم. پس این مفهومش اگه تو ذهنتون اومد قشنگ از این استرکچر can't help به اضافه gerund استفاده کنید. خب حالا یه سری عبارت های دیگر با هم دیگه تمرین میکنیم تا قشنگ تفاوت این دوتا مفهوم رو درک کنید. میتونید ویدیو رو پاس کنید. قشنگ روی کاغذ جایی بنویسید و بعد ادامه ویدیو رو ببینید و جواباتون رو چک کنید. نمیتونم آشپزی کنم. I can't cook. نمیتونم آشپزی نکنم. I can't help cooking. خواهرم نمیتونه برقصه. My sister can't dance. خواهرم نمیتونه نرقصه. My sister can't help dancing. پسرم نمیتونه دروغ بگه. My son can't tell lies. شوهرم نمیتونه دروغ نگه. My husband can't help lying. نمیتونم بیام. I can't come. نمیتونم نیام. I can't help coming. تو نمیتونی راه بری. You can't walk. تو نمیتونی حرف نزنی. You can't help talking. نمیتونم دوستش داشته باشم. I can't love him. نمیتونم دوستش نداشته باشم. I can't help loving him. نمیتونم بهت خیانت کنم. I can't betray you. نمیتونم بهش راست نگم. I can't help telling her the truth. نمیتونم باهاش دوراست نباشم. I can't help being honest with her. نمیتونم باهاش دوراست باشم. I can't be honest with her. Please subscribe the channel if you want to see other videos. Push the bell button to get the notification for the new videos. And like it if you learned anything new. اگه میخواین ویدیوهای دیگر ببینید و پیج رو گم نکنید حتما سابسکرایب کنید برای دریافت نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید دکمه زنگوله رو بزنید. و اگه این ویدیو برای یادگیریتون مفید بود ممنون میشم لایک رو فراموش نکنید. Thanks a lot. See you.